خب آزاد معلوم کنید چند نفر؟ 14 11 گفتم 11 خب 700 فرمودید 96 اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند چیزی ندارد که در نماز خودش را با آن بپوشاند برای نماز اگر احتمال میده که پیدا بکنه باید نماز رو به تأخیر بندازه و اگر در آخر و نماز رو در آخر وقت بکنه و اگر چیزی پیدا نکرد با حفظ اون شرایطی که داره برای پوشاندن عورت و اینا نمازش رو در آخر وقت جاری بندازه. خب شما فتوا فرمودید ولی احتیاط واجبه نماز رو تأخیر بندازه که آی خویی میگه بهتره، آی وحید هم احتیاط مستحبه. بله باز آی عراقی اگه احتمال میده مال آی عراقی مثلا شما فتوا درسته. نه فامیلی شما سرگر خب یه نفر دیگه آزا نه بی طرف بشید نه بگیرید نه بگیرید احتیاط کردن. نه احتیاطی که میاد چقدر بنابر احتیاط واجب باید، یعنی باید احتیاطی است. انا به احتیاط واجب. خب کی بود؟ سید حبیب شاید. خب سوال شما، کسی که میخواهد نماز بخواند برگ و اینا هست چیکار کنه؟ برگ درخت و فلان و بالاخره چجوری نماز بخونه؟ چیزی نداره. اگر که برگ درخت و اینا داری خب برای با همون رو بکشونه، ولی اگر اونم پیدا نمیکنه باید اگر که نامحرم اونو میبینه باید نشسته نمازشو بخونه و اگر نامحرمی ایستاده به همون سبکی که حالا عورت خودشون رو بپوشونه و رکوع سجودشو با اشاره عمل کنه به اون سبک باید نمازشو. درسته همینطور. خدا به شما اشرف. ناظر محترم یعنی؟ ناظر محترم یه وقتی مثلا الان من تو دستشویی رفتم میبینم یه مگسی داره نگاه میکنه، این ناظره ولی محترم نیست، یه گربه نگاه میکنه، بچه کوچیکیست که تشخیص اینا رو نمیده. پس بخوردی که دیگه بخوام تشخیص بدم دیگه ناظر محترم میشه. الان مثلا من ناظر محترم کجا نمیشی ناظر محترم؟ خب بله اجا کسی معلوم 13 به 17 آره آمد سراخت. لباس نمازگزار 6 تا شرط داره، شما 4 تا شو بفرد. اولی که پاک باشد، دوم مباح باشد، سوم از اجزای مردار نباشد، چهارم از حیوان حرام پوش نباشد. او کافیه کار شما گذشت، خدا اجرتون بده. پنجم و ششم هم مگه مرده ابریشم خالص طلابا اینا اشکالی نداره استاد اگر بنده همین به چون برای زن اشکال نداره. احسن نفر بعد کیا جا؟ آقا پونگ جارده های حاتمی. بله آتاری نبرده؟ 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 بسی که تمام نشد، یه دونه هست؟ یه دونه بود؟ خب در بخش لباس نمازگزار که پاکه چی میفرماست شما آی بهرام؟ نه که باید پاک باشه شرحی دادند. لباس نمازگزار باید پاک باشه و خدا ما شرحی ندیدم شرح هرچی بلدید بکنید. این کربور سالا خدا نوشتم دیگه لباس آها و اگر کسی عمدن با لباس یا بدن نجس نماز بخونه نمازش باشه. خب آیا جواد آقا ایشون چیکار کنم؟ جریمه کنیم یا نمیسنه؟ چون از روح نمیخوندن بلخ. خب یه نفر نه یه بیر یه نفر دیگه معلوم کن. شماره 9 علی عسکریان. آیا علی آقا نمیدونه آجا اونوالی اگه کسی عمدن با بدن لازم نماز بوده نماز بخونه نمازش باطل پس اگه صحبه باشه ظاهرا باطل نیست. بله صحبش باطل شد.
آقای آقا بفرمایید که نمیدونستم. اگر جاهل مقصر باشه باز بده. بله همه گفتن دیگه درسته. خب از شما کار شما تمام شد. مثلا جایزه میگیرید. حالا جاهل و قاصر و مقصر رو توضیح بدید. این دیگه میخوام استفاده کنیم. جاهل قاصر کیه؟ مقصر کیه؟ حالا ما شرط میدن و حالا بارکابی میکنم جاهل قاصر خیلی کم پیدا میشه. به قول حضرت عالی مثلا اگر یک کسی رو از کوچیکی داخل یه بونی ببرم داخل یه بیامون نه بیامون کرد. گفتم به بچه که حالا کچی که حالا هست کسی نمیفهم تو گونی بکنم ببرم توی ساختمون توی سویتی همه چی هست فقط نمیذارن تماس دینی با کسی بگیره اصلا نمیذارن هیچ جور شده 26 سالش این اگر اطلاعات دینی نداره قاصره یعنی نمیذارن ارتباط بگیره خودش هم نمیتونه اونم نمیتونه هر اطلاعات دینی که نداره میگن جاهل قاصر ولی ما که تو خیچه خیابونا ولای هستیم اون مسئله رو از متدینه میپرسیم از پیش نمازی میپرسیم حالا بالاخره دسترسی داریم ما مقصر کتاب بخونیم ما مقصریم یعنی کوتاهی داریم میکنیم جا قاصر مثلا میشیم مثلا عرض میکنم مثلا تو دهات آفریقا مثلا مثلا عرق افتاده و خلال محخونی اینجا نشید اونجا ممکنه تو بونیش هم نکنه بیچاره رو اونا مثلا ممکنه قاصر باشه بل ملاکش اینه که نمیتوانسته فرا بگیره حالا هر جوری ترسیمش کنید نبوده نمیتونسته میخواستم نمیتونسته نبوده نه جهل مرکب همون جهل مرکبه ببینید بعد محاکمش میکنن جاهل مکرب چرا هم جاهل مکرب منش که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه نمیگن جاهل مرکب هم نمیدونه هم اطلاع داره که اصلا نمیدونه مثلا آدم یه خود رو میخونه هر ساله بعد چون پیش اومده اشتباه متوجه میشه و طبق علمی که پیدا کرده عمل میکنه اونجا مثلا اشتباه خونده، اشتباه متوجه شده اگر مقدار کوششی که برای اون خوندنه یا پرسیدنه یا هرچی بقدر کافی کرده، همقدر مثلا کافی بوده بله میفته تو جاهل قاصر، میره تو اون فرم بوده خب، خدمت بله بخونه بخونه تو این بخش که میگن، کسی که ستر اوقت از او واجه و سورانه ببینن ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند اختیاریش من تو چیه؟ چشم آقای سیستانی حدود 7-9 خط مسئلیت شهر بود حالا خوبه بخونه تا گوش کنیم ببینیم چه برای کسی که میخواهد نماز بخواند اگر برای پوشاندن خود حتی آورد درخت و علف و گل و دجل نداشته باشد و مایوس باشد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشاند در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب است نمی‌بیند ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و چنانچه احتمال دهد که ناظر محترم او را می‌بیند باید به طوری نماز بخواند که عورت او نمایان نباشد مثل اینکه نشسته نماز بخواند و اگر برای اینکه خودش را از دید ناظر محترم نگه دارد ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک کند یعنی در هر سه حالت دیده می شود بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر یکی از این سه چیز را فقط ناچار است ترک کند همان را ترک کند پس اگر می تواند بایستد و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد پس اگر می تواند بایستد و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند
و رکوع و سجود را انجام دهد، گرچه در این صورت احتیاط مستحب آن است که جمع کنند بین این گونه نشستن و نماز ایستاده با اشاره به رکوع و سجود، و احتیاط لازم آن است که شخص برهنه در حالت نماز عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود بپوشاند، مثل دوران در حال نشستن و دو دست در حال ایستادن. خوبه دیگه، شرحهای خیلی خوبی داد. بله من میفهمم چه خبره. بله دیگه نه رکوع سجود اختیاری اگه نوشتن، یعنی فرض کنه لباس تنش معمولی بخون نوشته اونجا بخونه. در صورتی که اختیار دارد کسی ستر عورت از این چه کدوم آغاز کدوم مرجع سیستم خب ایشون که نه من قسمت رکوع اختیاریش میخوزن چیه؟ دو خط اولش رو خوندم، بقیهش هم ادامه مطالب رو خوندم دیگه. همینه خوندم نه این دو خطه هایی نبود. چرا برادر خونده؟ الان مورد رکوع سجود اختیاری بود توی هفتش خطه؟ کجاش بود؟ دو خطه ها ابتدا و مجبور باشد که آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشند. بعد ادامه میفرماید در صورت که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجبت نمیبیند ایستاده و با رکوع سجود اختیاری نماید. خطر معمول بسی که لباس تنش برو رکوع سجود هاش بخ منظور اختیاری اینجوریه. حالا یه مسئله دیگه هم جواب در مورد این لباس نمازگزار که شرایطش رو گفتن، یه سری احتیاط کردن، یکی اینکه مباح باشد بنابر احتیاط واجب. حالا کسی از آقایون اینا رو غیر از فتوای مثلا میگه که مثلا این مباح اولا منظور دزدی مثلا لباس دزدی. بله تصرفش غصب. حالا کسی از آقایون اجازه میده با لباس مثلا که چون هم احتیاط واجب رجوع بکنه آدم. بله الان گیرشون سر ساتر و عورت میاد. که اگر ساتر عورتش مباحه مثلا با بقیه لباسش کار نداره، یه همچین نظری داریم. در مورد حیوان حرام‌گوش هم همینطور جا باز کسی الان نظری داره که مثلا با لباسی که مال حیوان حرام‌گوشه آدم بتونه؟ نه مگر اینکه هیچی نداشته باشه، فقط اونو داشته باشه، فقط ساتر اگه باشه فقط هم حیوان حرام‌گوش هست که مثلا بگه خب اونو بپوشه نماز مثلا هم چیز. یا رحم الرحیم یا الله. خب من خدمت هستم. لا این طرف این جلسه برای بزرگداشت مرحوم حسن آقای سعدی خدادادگان مثال روح ایشون و همه درگذشتگان از اینجا و بچه های جلسه ای که اینجا بودن مثل آقای شاهندیان و عسکریان ها بودن مثال و همه شون از فاتح هم از سعدی الله سلام خدا رحمت شما کنه. خب حاجی آقا ببخشید، آقای درجانی تو اون بحثی که حالا پرسیدن میگن به احتیاط مستحب باید مباح باشه، بحث لباس نمازگزار. من چیزی هم نکردن که مثلا ساتر عورت غیر ساتر عورت تفکیک نکردن. بله تو مسئله 815 بله ببینید یه نفر پیدا شد مثلا لباس غصبی رو میگه به غصب حرام ها هم به نماز صد من نمیسن آجا تو براهن یا خواندن تفسیرات اربعه خدا هم نظرن همه بله تفسیرات اربعه آدم وصلش نفس بگیشن تو بگید لا اله الا الله اللهم الله اکبر یه امی داره نفس بگید نباشه توقف نکنه. بعد یه کسی گفته نفس کش میگه خون بنا نسکن هر جوری بخونه صحیح مکس کنه نفس بکشه بخواد جمله گفته بشه هر جلو شده. استاد شیخ مهدی کربلایی امام جماعت حرم امام حسین صحن امام حسین ایشون من دقت کردم موقعی که حمد و سوره میخونن همه در حال خوندن حمد و سوره هم یه بند میخونن نفس هم میکشن مشکل هایشون بله. شما نمی گفتید که در حال آمدن نفس برفتنش هر دوش کلماتش ضرر نداره گفتش آجا خمیازه کشیدن چی آجا؟ باشه ولی کلمه خراب نشه اگه میتونه هم خمیازه بکشه هم حروف ادا بشه کافی بعض وقت حروف به هم میخوای کدام قطع میکنه دوباره آجا راجع پاک بودن آقای زنجانی بهتر مستند بحث راجع پاک بودن چی؟ پاک بودن لباس در مانه به خود دانو برابر افتیار مستند پاک باشه نه تیکه خاصی نباشه
ببینید شرایط نماز گذار که یکیش پاکه، اصلا پاکی رو با احتیاط مستحب شروع کرده. بله خب این هم هست. میگه من نیت ازدواج برای صحبت کردن با نامحرم مثلا میگه من رفتارم مثلا با رفتار یه نامحرم دیگه فرق می‌کنه، میگه مثلا ملاتفت در کلام پیدا می‌کنم یا مثلا رفتار اینه که متفاوت تر از یه خانومی شکنه میخوام باش ازدواج کنم، حالا رفتار من رفتار شدیه. این میخواد یه جوری کنه زنه رو بیچاره خرج کنه. ولی شناخت چیزی نیست، یه جوری نباشه که از حرف خوش حرف زن و مردی خوششون نه، ولی نه حرف بزن. اصلا شما فرض کنید مرد و زن نامحرمی جوک بگن بخندن، ولی نه، نظر شهوی نیست، بهره وری شهوی هم ندارن. فقط چون زنم نیست نمیتونم مثل زن بهره ببرم ازش، زن حلال نه، حرف بزنن صحبت کنن، یواش بگه بلند بگه. حاجم الان از من سوال کردن که از شما بپرسم اعضای نماز و روزه برای یک سال شهر همین دیروز که من این آقای هوشیاری ما از دفتر مقام رهبری میپرسن، چون قیمت ها رو از اونجا میگیریم، یعنی اونا خیلی تحقیق کرده میگن، من چون منزلشون بودم قیمت ها رو پرسید تلفنی، یادم هست منطقه من یادم نوشتم توی دفتر که چون خود مثلا 4.5 میلیون نماز شده و اگه روزه رو بخوان بگیرن 2.5 میلیون، اما اگه بخوان مدت تمام بدن همه یه ماهش 150,000. بله من همجور باز کردم اینجا بر صفحه سفید بود نوشتم که بله به اتفاق خونم احتیاجشم نگاه کردم لگرم با من از رو بخواه بله همیر بله اینه نوشتم نماز 4.5، روزه گرفتن 2.5 بگیرن، اما مدت تمام 150,000. یعنی یه ماه جوالیه ماه؟ نه مدت هم ولی یک ماه شده روزی 5,000 گندم میگیرم. نه اونش کار نمیشه، کم میشه نمیشه. آیا سیستانی فرمودن متوفا روز گردنشه با مدت هم صاف میشه. نمیخواد بگیرن براش، مدت هم بدیم کافی. الان یه مثلا کسی شخصی مورد 10 روزه بده کار، مثلا نمازش چی؟ 10 روزه بده کار، 10 تا 150 تومن بره. اتفاقا به همین دیشب که الان هنوز یه شب نشده چون آخر شب خبر دادن 20 ماه، یعنی 20 سال ماه روزه 20 ماه، یعنی نمازا شکر پول شده 20 ماه 3 میلیون دادن درستش کن. میت بلوزه نمیشه جو؟ بله دیگه هم پس فس فس اگر میتی که ما حال خبر ندید روزه میتونسته بگیر یا نمیتونسته بگیر، ما میگه که مثلا نمیت پدر و فرزند 10 سال من براش اون احتیاطی که بله بند خدا دید که ارزونه، اصلا یه اونم 30 سال برای مادرش داد، حالا یا بوده یا نبوده آخرش ثواب داره دیگه. بله حاج آقا، این نمازی که میگیرن مثلا اگه بیان یه دفعه 100 نفر با هم جمع بشن یه شبانه روز به صورت نماز جماعت این تعداد 100 تا 17 رکعت میشه؟ حتما. بله 100 تا 17 رکعت رو بخونن مثل که یه نفر 100 شبانه روز خونده باشه. بله. من یه اونم وقتی طیب شهید شد بله. امام خمینی فرمودم به 40 طلبه 40 سال 40 ماه روزه گرفتم، ولی 40 سال هم نماز خوندم. حالا ایشون یا چی بوده هرچی فرصت همین روش که ایشون بکنه. بله میشه. بله میشه. بله خب جا بفرم آیه این نمازی که برای پدر مادر میخونن واقعاً جایی اون نماز نخونده؟ نه، جا رو کار نداریم، تکلیف پس تکلیفه. کسی از دنیا رفته تو مسئله 2702 بخونید 2702 رساله 2702 نشانه های مرد را در خود میبیند اگر نماز و روزه قضا دارد باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرد، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آن که چیزی بگیرد آنها را انجام میدهد باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضای نماز
و روزه او به تفسیری که در باب نماز قضا از مسئله 1370 تا 1389 گفته شد بر پسر بزرگتر واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا آورد. این تکلیفیه، داره میمیره، خب نماز روزه گردنش، بگن از سرسش وصیت کنه یا پسر بزرگ خبر رو ده. اصل مالی از سرسه. اما ببینید، بله اصل مالی از سرسه. این نه از سرسه، از سرسه، عبادت بدنه از سرس باید باشه، مثلا حج گردنش باشه از اصل برمیدارن چون عبادت مالیه، اما نماز روزه چون عبادت بدنه نرفته تو مال، از سرس باید بگه. ببینید اولا تو احکام وصیت که یه دونه مسئلهش بود ما خوندیم، خیلی خوبه وقت سر حوصله احکام وصیت رو بخونید، این روشن میشه احکام وصیت چیه. یه دونه بود، میگن چه از اصل چه از مال. ببینید یه تکلیف باید انجام بده. من دو خدا از دنیا رفت، یه شخصی وصیت کرده بود که یه انباری خورما داشته، پیغمبر با دست خودشون بدن به فقرا. خب بعضی بخوان بمیرن خیلی خودشون لوس میکنن، مثل که مردم بیکارن اینا. پیغمبر بنده خدا وقت نداره سرش رو بخوره، حالا باشه بیاد یک انباری رو به دست خودش. حالا پیغمبر کرد این کار، فقرا اومدند و با دست داد 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 داد. خورم آشغال داره تو انبارش، معمولا اصلا میوه ها اینطوره، گاهی همه رو بردارید آشغال رو اینا. تموم شده بود، جمعیت هم واسده بود، آقا خم شدن تو آشغال ها یه چیزی رو برداشتن. این چیزی که برداشته شد یه خرمای خوش شده ای بود که نصف هیچی، نصف پوسیده بود، نصف دیگرش هم چوب بود، مثل چوب. یعنی اگر کسی بذاره تو دهنش اون قسمت چوبشو تا خیس بشه به مکه یه ذره. فرمود که به اون خدایی که منم به رسالت فرستاده، اگه این شخص خودش این خرما رو به دستش میداد بهتر بود براش که تمام انبار رو الان بعد مرگش وصیت کرده من دادم. فرم کنه عمل خدا آدم باره. یعنی اگه 1 میلیارد سال امام زمان جامن نلم انبار خدا نیست، مثل یه الله اکبر خودم نیست، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است، خود آدم میخوام. آقای سلام الله شکر. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. پیغمبر کارش رو تو مکه شروع کرد، پیغمبری رو. حالا یک مخالفت شدید مشرکین اوزای، حالا با اون قشنگی که پیغمبر میکرد، با این همه معجزه که همراهش داشت، با اون خوش اخلاقی که بود، دشمنی که یه نفر نره به دینه یا بت‌ها رو دست برداره، حالا به چه معرکه دشمنی داشت میشه. خب تو این 13 سال که بلیم عالم 40 تا طایفه جمع شدن، پهلوانشون رو فرستادن که پیغمبر رو تیکه تیکه کنن، اینم تشتای 13 سال کار پاکت پیغمبر. خب آقا فرار کردن طبق دستور خدا، آقا رفتن اون قارون. احتمال داده میشد پیغمبر بره میره مدینه، چون از مدینه اونجا زمینه چیده شده بود، شخصی آمد و مسلمان شد و رفت تبلیغات کرده این در 12 نفر مسلمان آورد، باز با پیغمبر بیعت کردن، بیعت عقب اونا رفتند و باز سال دیگه 30-40 تا مسلمان آورد، الهی زمینه شده بود تو مدینه. ولی پیغمبر برای اینکه را گم کنه که
مخصوصا تو اون قاره که رفتم خلاف جهت مدینه بود. مثلا فرض کن که من بخوام برم اصفهان از تهران، خب معلومه جاده این وره، من سمت مثلا رشد و اینا فرام. اون قاره اگه بری تو مکه، قاره ثور که آقا رفتن اون تو و بعد مخ رفتن، این کاملا برخلاف، یعنی این وره. حالا یه شو جای پا رو گرفتن اومدن، حالا تو اون چیزایی که شنیدی اومدن بدین. قبلش که سه سال تو شعب ابی طالب تصمیم گرفتم اینا کشت و کشتار رو اصلا قضا ندن به اینا نرفوشن. از در ابی طالب خیلی فداکاری کرد، توی سه سال یک پیغمبر نکشتم. تو خود ابو طالب هم که سال دهم از دنیا رفت، حضرت خدیجه هم سال دهم از دنیا رفت. قوم کشای حضرت خدیجه خیلی دفاع میکرد از پیغمبر به خاطر اون ازدواج، ولی دشمنی خیلی میکرد. و جوری که شما فکر تو این شرایط، یه روزی حضرت علی با حضرت حمزه، و حمزه عموی حضرت علی و جعفر، جعفر داداش حضرت علی، 10 سال سنش بیشتر بود از حضرت علی، با هم پیمان بستن، یعنی با خدا، با تو 3 نفری که خدایا ما تا آخرین نفس، آخرین قطره خون پای پای پیغمبر ما بسیم، ما میشیم پشتای موفق میشیم. و من المؤمنین الرجال، این در سوره احزاب، این سوره احزاب خندق کنده بودن دور مدینه، جنگ احزاب همین بود، جنگ در واقع خندق. این آیات اومده الان که این آیه در میادش، حمزه تو جنگ احد رفتش، حمزه شهید شد تو جنگ احد، ولی جعفر نه، جعفر بعد اومدن سال نهم و اینا تو جنگ موته با روم شهید شد. ولی هر سالی که بود تا سنه 40 هجری بفرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، واقعا هم پای پیمانشون واستادند، برای دین پیغمبر، رجالی که صدقوا، این عهدی که بستن با خدا. من هم من قضا نهبه، حمزه که رفت، من هم من ینتظر، الان اینجا جعفر بود و شهرستلی هنوز هستن، حالا تا به کی بمیرن. خب جعفر هم که رفت، بعد هرستلی خیلی مکرره میفرمود، من ینتظر فقط منم که در سال 40 من رو محراب شد، ضربت خود رفت. این پیمانی که با خدا بستن، خدا پشتش میفرمه لیجزی الله و صادقین به صدقه هم، اینا با خدا راست گفتن و پاش چیز خطری هم بود، ولی صاحب راست گفت، خدا جزا بهشون بده. و یعذب المنافقین انشاء، مخالفین اینا رو اگه بخواد عذاب کنه، یا او یتوب علیه ان الله غفور رحیم. خب این داشته باشید. خب این کلاسی شدش، حضرت زینب دارن تعریف میکنن برای ما، گفتن که وقتی برام شد کربلا موندگار باشیم، واقعا روز دوم محرم اینا تو کربلا که پیاده شدن، صبح دیگه اسبا نرفتن که هست واقعا موندن، اینا روز اول محرم تو راه با هور ملاقات کردن، که صحبت و صحبت و شب شد و چه وانا مفصلات، شب هم نذاشتن که اینا برگردن به مدینه یا حتی برن به کوفه، راه وسطی رو گرفتن. شب اونا آمدن که هم محل کربلا برای نماز صبح نماز، بعد نماز اسب تا 9 تا اسب نمیرفت، از چه سوار میشد سوال کردن که اینجا کجاست، اهالی رو آوردن گفتن اینجا قاضریه بهش میگن، واد قدمنه نوا میگن، چه گوش میکرد آه. آخه تو بیابونا گاهی به مناسبتی که نزدیک مثلا اونجاست، نینوا یه شهری بود، ما اینجا به مناسبت این که نزدیک فراته، مثلا میگم شاط الفا، مناسبت اختلاف، تا یه نفر گفت آقا اینجا رو کربلا هم میگه، از که آقا منتظر این اسم بود، فرمود بله جدم راست فرمود، من در اینجا ما میمونیم نمیریم اینجا. خورم کاری نداشت، نمیگفت برید یا بمونید، میگفت برنگردید مدینه و نیایید کوفه تا عبیدالله ببینیم چی دستور میده، اینو میخواست باشه بمونیم، تو محاصره بودن فعلا. آقا فرمودن اینجا میمونیم، ما قبرامون اینجاست، زوار ما اینجا میان. و بعد
همیشه تا حالا آقا هر چه خیمه میزد تو راه تو بلندی ها خیمه میزد که مسافر ها میان بیرن ببینن حسین ابن علی سودار هست مکه میره سمت کوفه ها رو کسی خواست بیاد اینا ولی اینجا رو فرمودن توی گودال خیمه گودی که میگم گودی قد چیز محل خیمه گودی بود اونجا پس جایی که زن ها چادر رفت هم از چادر ها به چسبونید به همشون همچنین اینجا معلومه دیگه خطر چادر فاصله دار هست خب زنهای ها جمع میشن بتونن پلو همان باشن و زدن چادر ها رو اما آقا در این فاصله که داشتن چادر ها رو میزدن را افتادن خب کاری نداشت خب خب فقط محاصره کرده بود و تا ببینه دستور میادش که بعد روز پنجم بود عمر سرد اومد و دستور آورد که باید اینا بیعت کنن و اگر نمیم کاشی مازی حرف آقا را افتن تو بیابون نشون میدادن گفتن که دست عباس راستش اینجا میفته دست چپش اونجا میفته علی اکبر اینجا شهید میشه اینجا گودی قفلگاه جا جای بیامون رو نشون میدادن به اشخاص جلو جلو که اینجا محلیست که دیگه ما موندگار بشه خب حالا تو این قسمت که حالا دارم بگم هر زینب میفرمون بفرمون که وقتی هر عباس میدون بودش چادرهای زنا تو گودی بود یه بلنده میمد بالا از اونجا میدون پیدا بود که الان بهش میگن تل زینبیه یعنی از زینب اینجا میمد بالا میدون رو ببینه چه خبره میفرماد عباس تو میدان بود خود امام حسین بالای تل زینبیه میدون رو نگاه میکرد من تو گودی چهره امام حسین نگاه میکردم بدیدم چهره خیلی به هم ریخت خودش آقا شهید میشدی یه وقتی دیدم امام حسین فرمودن که ما بدلو تبدیلا و به عجل رفتن یعنی این آیه رو خوندن معلوم شدش که به علم امامتی که ایشون داشت حضرت عباس هم بیه همچی پیمانی رو با خدا بسته بود مثل پدرش که من به همه وجود پای حسین ابن علی حسن ابن علی وظیفه هستم تا خدا رو ملاقات کنم آقا فرمود تا آخر لحظم بدل نشد دستش رفت، تیر به چشمش کجا چه پای حرفش بود، پای دینش واسطه و الله انقطعت مو یمینی انی اهامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی نجل النبی بعد طاهر الامینی این آیه رو خوند و رفت از زن دونست فهمیدن که از عباس هم یه پیمانی به خدا بست من شما هر کس زن مرد از این پیمان ها میشه با خدا ببندیم که من تا آخرین لحظه با همه و وجود پای دین تو باشم ولی هرچی باشه شرایط هرچی باشه هرچی اقتضا بکنه این خدا تعریف کرد من المؤمنین رجالان از مؤمن ها رجالی هستن که بستن پیمان و پاش باست خدا مزد میده خیلی هم حمزه باستاد هم که شهید شد هم جعفر هم از دری تا سال شد بعد اون وقت اینجور تعریف کردن و راستم گفتن به خودم حالا ما چه این پیمان رو ببندیم با خدا نبندیم اتوماتیک اگه حواسمون باشه 10 بار در شبانه روز داریم میبندیم پیمان با وضو رو به قبله 2 بار تو نماز صبح 2 بارم ظهر 2 بارم عصر 6 بار 2 بارم مغرب 2 بارم عشا 10 بار میگم ایاک نعبد فقط تو را میپرستیم و ایاک نستعین و فقط از تو کمک میجویم داریم میگم راستی اگه آدم سال 1 بار حتی زنشو ببره گوشه نه شوخی ها بگه فقط تو رو دوست دارم این اگه یه بار دیگه کس دیگر رو دوستش باشه زن حق اعتراض داره خودت گفتی من که ما شبانه روزی 10 بار به خود خدا که کسی باشه شو کنه با وضو رو به قبله ایاک فقط تو را نعبد میپرستیم و ایاک نستیم میگن در خطاتی سوره حمد خیلی قشنگ نوشته بود زیبا بر درباره حاکمی که مثلا ببینه خوشش میاد یه چیزی بهش بده ورداره سوره رو مثلا پولی هم بده وقتی آوردن گفتن آره خطاطی اینو قشنگ نوشته نگاه کرد گفت دروغ نوشته این طرف افراد خیلی کردن بگن این غلط نوشته گفتن نه خوندیم درست نه نشنا
گفت نه دروغ نوشته. به خدا میگه فقط از تو کمک میجویم. اینجا اومده چیکار؟ آدم میگه فقط از خدا کمک میجویه پلو من برای چه؟ دروغ نوشته نه دروغ خلط. ببینید یا شوخی نیست یا کنه بود و یا کنه است. تو کل عمر تو حالا حرف شب روز یه بار از غیر خدا کمک بخواید تخلف کرد. حالا اون نعبود و نگه دارید خب مطلب استی و یه بارم غیر بندگی خدا بکنید خود دروغ گفتید. فقط تو را میپرست عبودیت یعنی فرمان بری، یعنی واجبات تو انجام بده، محرمات تو ترک کن. فقط هم از تو کمک میگیرم، از هیچ کس. ببینید این داره میشه، حالا این پیمان اینجوری هم نبندیم داره پیمان بسته میشه. میگن که تو قبر روایت داره وقتی انسان میذارن خب خیلی احتیاج داره سر جاش، ولی عمل خالص خیلی احتیاج داره. فقط برای خدا کرده باشه خیلی آورومنده اون کسی این کار رو برد کرده. حتی یه روایت دیدم به یه حج مقبول تو قبر خیلی انسان احتیاج داره. بله خب خلاصه که بندگی کرده خب براش کرده. به امام ششم گفتن که آقا قرآن کریم می‌فرماید که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خیال میکنی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودن؟ خب اصحاب کهف تعجب یه آدم هایی برن بخوابن به خیال خودشون نصف روز خوابیدن خیلی خسته بودن خودشون فرار بود خواب پاشن بعد بفهمن 300 سال خوابیدن به قمر 309 سال. اخی یهودی آمد خدمت ارسلی گفت آقا اختلاف شده بین تورات و قرآن. تورات نوشته 300 سال خوابیدن، قرآن بگه 309 سال. فرمود اختلاف نیست، تورات شمسی نوشته سال شمسی، قرآن سال قمری. یه وقتی آیت الله مکارم من یادم سال 42 اون وقتا بودش تو مرسای مجتهدی ما اونجا طلبه بودیم، طلبه رسمی. چون یادم اون اتاقای مجتهدی هیچ کس نبود، چجور بود من روشکم خوابیده بودم مکتب اسلام رو میخوندم یادم اون. این روایت رو نوشته بود که یهودی آمده گفته و آقا فرمودن که تورات شمسی گفته و هرچی. الان توی چیزای نجومی بخونید می نویسند سال شمسی چند ساعته و سال قمری چند، خیلی دقیق شد و ثانیهش هم می نوشه. در همین نه حالا آقاز مکارم در آورده بود اون دقیقه رو که حتی ثانیه ها رو دقیقا 300 سال قمری 309 سال شمسی شد بدون یه ثانیه فاصله. از اصلا معجزه. آقا معمولا چند ساعت خیلی حساب نمیکنه، الان بنویسن که سال شمسی چند روز و چند ساعتی هست، سال قمری هم من تصور رو بپیدا دقیقا 300 سال شمسی 309 سال قمری است که هر 100 سالی 3 سال قمری عدد زیاد هم شد. 100 سال 3 سال 50 سال 1 سال. حالا برگردیم مخصم اصحاب کهف به مناسبت شو بگم چطور رو اینا. ببینید خب گفت آبا اصحاب رحیم کی هم؟ همه اصحاب کهف هم. توی سریالی که نشون دادن اینا یه چیز قلم داد کردن، گفتن اصحاب کهف و رحیم یه چیز بودن. حالا من حواسم جمع کن گفتن دهی که بعدش این قاره بود دهه اسمش رحیم بود، چون چپونم مال اونجا بود رفته بودن اونجا. اینا وقتی از خوابم پا شدن آخه از تو دهه رفتن میترسیدن بگیرن شما نون بخره. قشنگ بود تعجب کرد که این چرا خراب شده دهه یه شبه خرابه نه اینه کهنه شده خیلی. تام از قاره اومد پایین دید قبر اینجا هستش، سنگش هم ترک خورده بود وسط. گفتن اینجا قبر نبود، آخه میرفتن تو اون قاره میامدن قبر زنده ها. تو نگو جنازه زن همین مکسیمالونوس رو وصیت کرد بود پای قاره دفن کنن که الان قبر هم کهنه شده بود. بعدم نمیتونستن صبر کنن ببینن چرا تجربه دیگه چرا یه شبه یک چهار پنج ساعته بسیار رو فسوده شد و نستدن. اون گفتم اون دیه اسمش رقیم بود. آقا فرمودن امام ششم که اصحاب رقیم 3 نفر بودن مال بنی اسرائیل.
سه تا از جوانهای بنی اسرائیل وقتی فصل بعد از عید بهار و اینا رفتن بیابون کاری داشتن، بعد از عید گاهی بارون میگیره خیلی شدید، مثلا خب 10 دقیقه است، یه روب است بارونهای بعد از عید اینجوری، ولی بعد برمیاد. اتفاقا این بارونها یه خورده طول بکشه چون خشکم هست زمینا، سیلی پا میشه که سیل گلالوده چون زمینا خاک زیاد میاره همراش، من تو ده دیدم، اما نه بارونهای زمستون، بارونهای بعد از عید مثلا یه من بعد یه شدید 20 دقیقه میباره و صاف میشه. بارون گرفت، این هیچ وسیله برشون نیوردن با خودشون که خودشون رو بپوشونه، تو بیابون دیگه گفتن یه چی پیدا کنیم ولی خیس نشیم الان بند میاد دیگه. یه جا بودش کاری نبود، منتها رفته بود خودشون تو اون تو کرد تو بدن کو دریدشون رو نارو برای چی کرده بودن، صدایی رفتن که بارون نخوره، داشت بارون به شدت می آورد، رعد و برق و درق و دورق و خورد، رعد و برق به سنگی بالای کوه، سنگی به قدر این ساختمونه، سنگ های بزرگ اونجا قلتید و قلتید افتاد در این چیزه، در همه که اینجا بودن اینا شستم بس امکان نداشت کسیم نه سنگ هم میتونم بردارم. تازه اگه اهل شهر میفهمیدن که اینا اینجا گیرن، تمام اهل شهر با بیل و کلنگ هم میومدن اینا مرده بودن، هوا تموم میشه مثلا تو این فضل 10 دقیقه هواست و تازه اگه هم بیان چجور سنگ رو بکنن تا برسن به اینا نجات بدن. دیدم تمام بوده که این سنگ رو افتاد وضع کوهی جلو بود افتاد اینجا، دیدم خب مرگشون حتمه دیگه چون هوا کمه دیگه الان میبره. یکیشون طرح داد گفتش که حالا که اینطور شده بیاید یک کاری که فقط برای خدا کردیم فقط بگویم که خدا یا به خاطر این کار ما یه راه نجاتی بره. یه نفرشون اومد جلو گفت خدا یا میدونی که من مقدمه چینی کردم تا دختر عمو رو راضیش کردم که زن آکانه با هم باشه، هیچ کس هم نبود هیچ چیزی هم نبود و لختم شد و آماده و من رفتم تو باهاش و اینا، ولی یاد تو افتادم با اون شدت شهوت و اینا بل کردم صرف نظر به خاطر تو. گفت نگفتم برو اگر راست میگن این کار برای خاطر تو بوده فرمان تو بوده ما رو نجات بده. یه صدای آمد سنگی یه خورده رفت کنش اوه این چیزی شدش. دومی اومدش گفت خدایا شب بود و پدر من مریض بود و بادم می آمد هوام سرد بود، این شیر خواست و فاصله بین این که ما بریم تو اونجا گوسفنداز شیری بدشون بیاریم مثلا که 2 کیلومتر بوده، سخت بوده شب و سرما و اینا، ولی من رفتم شیرم دوشیدم آوردم. وقتی اومدم تو خونه دیدم پدرم خوابش برده، اگه شیرم میذاشتم شدیدنم خسته بودم و میخوابیدم ممکن بود بیدارشه نفهمه که شیر اومده و نمیخواستم من بیدارش کنم که حالا خواب رفته آدم مریض بود. همچنان حسن مبارزه کردم با خودم، حالا 1 ساعت 2 ساعت یه چشماش باز کرد گفتم شیر آوردم که گرفت خورد و میدونی برای تو بود، نه پدر من توقع داشت که حتی برم بیارم اون شیره رو اونم و یا این مقدار سختی که کشیدم تا بیدارش نکردم. اگه میدونی همت برای تو بود راه نجات. دوباره صدای من یه ذره فکر سومی اومدش گفت خدایا یک کارگری بنا بودش که کاری رو برای ما انجام بده تا شب یه بزغاله بهش بدم، بزغاله هم نشنش داده بودم وقتی اینجور بده که این بزغاله رو بده زور دعوامو شد به هم سر به جر و بحثمو شدش، ولی کاره رو تقریبا کرده بود اون قر کرده. من دیدم الان این بند خدا کاره رو کرده، گفتم بهش میدم بزغاله رو هر وقت بیاد پیداش کنم. پیداش نکردیم و نکردیم و نکردیم، بزرگ شد و بزرگ شد و بز ماده بود چند تا بچه زایید، این گوسفند داشته چیزی نبود اونم تو گوسفند داشت. یه وقتی که پیداش کردم 6 تا شده بود خودش و بچه، ولی معلوم بود من دیگه افتادم معلوم بود. اگه ما همون بزغاله اون روزم بهش میدادم خیلی خوشحال بود که اونم حتی توقع نداشت، ولی من گفتم با مال توست ورده ببر، من اصلا برای تو نگه داشتم بالا تو گوسفندا بوده، فقط هم برای تو این کار کردم.
بله صدای دیگری که به قدری که برم بیرون را باز شد و هر سر رفتم بیرون گفت این اصحاب رحیم یک کسی میگفتش که من آرزو دارم یه نفر میگفت که اگر من اینجا گیر کنم بگم خدایا اگه تو عمرم کاری کردم که برای تو نبوده هیچ وقت نجاتت تمام کارهای عمرم حتی یه دونش برای تو نبوده من اینجا نگم اینجوری خوب بود اینجوری برای خودم بنده کن که اگر راست میگم خب یه دونه کار پیدا برای تو نکرده باشم این خوب بود حالا اینا یه دونه که برای خود نبوده پیدا کنم اینجوری بره اینجوری همه کارو برای عمرم نیم به که همطور بزنم به کارو برای خودم ببینید اینو دارن تربیت میکنن ما رو چرا وقتی صاحب کاری مثل خدا ما داریم دائما هم داره بیر بیر نگامون میکنه شاخی بی عقلیه برای غیر خدا کار کنیم میخواب خدا هستش داره همه چی هم که دست اونه همه چی هم که مال اونه خیلی حماقته مثل که مثلا دارم این حیاتر من تنظیم تمیز میکنم برای خاطر گربه ها گربه چیزی نداره به تو بده بابا گربه باز ممکنه تو خونه واسه دو تا موش برای تو بگیره آدم ها از اون کمترن آدم ها چیزی به کسی نمیدن حاله وقت منفعتی چیزی اگه نمیدن برای خدا چرا نمیکنی خب برای خود و خدا بکن برای فرمان برای او بکن برای اطاعت او بکن و تربیت بشم دیگه من خلوصه در عمل حضرت آیت الله خامنه ای آمده بودن دو سه روز پیش خانواده این آقای سرلش کرد سرمون بود خب صحبت که خیلی فرمودن این تیکه فرمودن بتونیم خلاصه کنیم برنامه آقای سلیمانی رو دو کلمه صدق و اخلاص گفتن لو صادق بود و اخلاص داشت هم درست عمل میکردن برای خدا بکن باز صحبت های بعدی فهم مثلا نمیخواست معروف بشه نمیخواست خودش نشون بده برای خدا میکن اینجوری میشه که اون وقت و این تو قرآن کریم تو سوره مریم مثلا آیه ای داره این خودش که من این از وقتی این آیه رو یاد گرفتم 50-60 سال پیش تا حالا هر وقت میخونم این آیه رو اول یاد هست عباس میفتم چون این همه هم طوره هم خدا میفرماد که کسی که ایمان بیاره و عمل خالص انجام بده خدا محبتش رو تو دل ها میندازه خب گفته دیگه این سوره مریم بله همین رو من آیه رو خودم من پیدا کردم صفحه 312 سر صفحه است 312 ان الذين امنوا انني محققا یعنی یه چیزی که حقیقت داره امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا خداوند به زودی محبتش رو تو دل ها میرسه حالا همه شخصیت ها همطوران این که علاقه شدیدی که به حرف از تباس هست این مال عمل صالح او باشه ایمان و عمل صالح تو ده یادم واسده بودیم من رو که هم بسنم دو تا گره بس بگن سر یه چیزی میگو به خدا نکردم میگو بگو به حرف تباس باز دوباره گفت به خدا نکرد گفت بگو بر جور حد نکرد برست جور رو میگو برست اما جور به خدا تو باید کنم گوش نکرد هرست هر باس جور هم آمه در راحتی گفتن اگه بین هر جور تنبوس خدا قرار بزن از تحقیق برنده میشه ارزم بر این که رفته بودی مثلا مشهد یه آقایی بود از دوستان شوخ هم بود خدا رحمتش کن شوخی گفت خوشمزه بود گفتش که این بند خدا نیست رفت هر دنیا اینا پدراشون اینا مال لرستان اینا بودن حالا این چون آشنا بود به این حرفای لوری و اینا جوک احتمالا باشه گفتش که لوری تا حالا کلاغ ندیده بود نگاه کردید این روی بلندی نشسته قار قار خیلی خوشش اومد گاهی جغل جغل این پسر این چیه نه این چی گاهی قلاغ قلاغ باز قارقار کردید قشنگ خوش گفت ای هرست عباس گفت خلاق چه گفت خدا خلق کرد و ای هرست عباس خود نگهدار خدا باش سفرش های خدا رو به هرست عباس کرد که ای هرست عباس خود نگهدار خدا باش یه چیزی خلق بله این مسائل ایده من سنین بچگی بودم بچگی رو دیدم اینو حالا مثلا 15 سالم بود خونسال یه نفر بود ما شهر خونسال ما دهیم اون خونسال این سرش کج بود پیم زموشی میبرد بیرون میگفتن که این یه دفعه قسم دروغ به هرست عباس خورده اینجور شده
میگفتن معروف بود هم که سرش کشتی سرماشون بود من چه ناراحت کنم معروف بود که این یاده فقط صندوق رو خورد عرضم بر این که یه بند خدایی بود تو ده ما من کم بودم اون هیکل قوی هم داشت غیبت درشتی در مستنین پیره مرده بود ولی میگفتن که این زمان قبل از زاشا و این آخرا که شلوغ بود ایران و هر جا قارت و قارتگری میکردند و هر کس چند تا تفنگ داشت را میفتاد لخ میکردند ولی شلوغ یا که اون وقتا بوده گفت یه نفر بود کاشون نایب حسین اسمش بود نایب حسین کاشی رئیس عد زیادی از دوزا بود گفت این آقا این آقا که همشهر ما بود من پیره مردی چه دیده بودم اون وقتا میکردش درش بود مشالله و قوی بود این به طوری که مثل حالت نفر دوم بوده پل اون یعنی خیلی کمکش بوده بهش میگفتن مهدی خونساری اسمش مهدی بوده میگفتن این شخص تعریف کرده بوده گفته بوده که خب اصلا اینا اینجور بودن دیگه عده بودن دوز بودن همه اینا جا میگرفتن جا داشتن بعدا اون وقت رضا شاه اومد حریف اینا شد اینا رو بین برد و الا خارت میکردن چه میگه گفت طرف ها عراق بودیم حالا این بود و یه عده حالا اونجا چجوری گفتش که خوابیده بودم یه شب در همه حالتی که یاقی بودند و اینا خواب دیدم که تو قجون هم ده ما تو اون حسینیه تحضیه هست این حسینیه ما خیلی قدیمی شاید سابقه 400 ساله داره که بعد باز حالا بزرگش شده و بازم حسینیه حالا هم شاید ساله میخوایم بگیریم یه دو سالی که تحضیه شد خواب ببینه که اون امام حسینی که تو تحضیه امام حسینه امام حسینش منطقه بیرون حسینی آخه اونجا حالا حسینی بسی درست کردم سابقا با اسب سوار بودن میدن بیرون دیگه رولی نداشتن منتظر بودن تو نوبتشون بشه دوباره برن تو مثلا گوی خدا امام حسین امد بیرون حسین یادم آقا گوی امام حسین تعزیه منطقه نه در حال تعزیه که بیرون بود به من گفتش که مهدی اشاره کرد با دستش گفت برو گنج رو بردار گفت مسیر دستشو من نگاه کردم یه قبو خونه ای بود سه چهار فرسخه عراق خواب دیگه گفت اینقدر این خواب برای من هیجان بود داشت که خواب پریدم اینا همیشه اسباشون آماده بود برای دویدن و رفتن و قارت و این حرفا پریدم رو اسب و ده بیا سمت این قبو خونه گفت دو سه کلمه که اومدم تازه بیدار شدم که بابا تو خواب دیدی آخه باش سباش خواب اینا بود گفت دو سه کلمه تو شک را می اومدیم بعد این خاله خواب که اصلا با پریده این قبه خونم که نزدیکه بریم برمی گردیم آخرش گفت تا رسیدم تو قبه خونه پیاده شدم دیدم که خیر رو خیر صدا میاد تاریک بود اون وقت دیگه شب گفت دقت کردنم سر یه نفر رو اعلام بریدن این خیر خیر گلوشه گفت کی بوده بریده چجور حال است ترس این که یه وقت اون شخص مسلح نباشه چی نباشه اینا بلد بودند گفتش که خودم انداختم رو زمین گوشم رو گذاشتم به زمین صدا پا رو از یه نفر از زمین رو نگاه کن کسی داره میره صدا پاش میشنه مقصد داره میدوه فهمیدم یه صدا پا از اون بر میادش گفت حالا با ملاحظه از اون بر تو هوا تیر میزدم که اگر تفنگ داره بفهمم تفنگ داره یا نه بالاخره ملاحظات بلدی دیدم نه صدای تیره نمیاد فهمیدم دویدم به اون سمت رو گرفتمش دیدم نه تیرم ره اول از اینکه وقت نکنه از من قوی تر باشه مثلا حریف بشه تفنگ اون وقت دراز بودش گفت با این چیز تفنگ چند تا زدم تو کمر و پاشتم دراز شدش دیدم نه من قوی تر از اون چرا سر اینو بردی؟ معلوم بود دست و بارش خونی بوده اینو گرفتمش گفتش که این یه تاجریست مال بروژه 80 تومن 80 تومن هم بخواد زیاد بود در 80 تومن پول داشتش میرفت عراق هم به تجارتی چیز گفت با من هر سباشی کرده بود که من برسونمش که خوابیده بودم شب اینجا چیتون وسوسه کرد یهو سرشو بریدم پولا رو بردارم برم که تو پیدا شدی گفت ما عصبانی گفتیم حالا هر سباشی میکنی سر ببری آقا گرفتیم پولا رو ازش رو دنبال اسب با تناب ما با اسب اونم پیاده یک بیاد بدبختی بردم این عراق تا اون چند را گوه همون حوصله نکردم شبیه هم دارش دارم
دار زدم پولا آدرس گرفتم پولا مارکینگو پولا یکم دست از این بترسون اصلا با سیاه اینا گو پردیم برو جد رسونم دست صاحبش گو پولا جو رد نمیم دست این رو برسته بس گرده اینجور خدا منو فرستم گو از خواست خسته که خوابمون برد یه وقت دیدم شلو پولو قول قول چید با شدم مردم اومدم برن یه رو بنیجه دار زدم کی چه چطور اینا منم برم گفت هر سبوسی کرده زده کشید آب مردم رو کشید دار زد دار رو بیدرسم گفت بیاید زبونه خب برای شما در داره هم من آب من اصمانی شب کرده بودم من آب دفش من متحرف شدم ببینید اینجوری کار میشه یه نفر هر سبوسی میکنه ما یه همچین مسائلی هم رو حالا خود همین مهدی خان جرأت میکنه که اصلا بازی بگرد به خودش دیگه عامل اجرا شده یه دفعه ایشون مصادف با یه مسافر از اصفهان میرفته برای تهران که به زنش طمع کردن براتون تعریف نکردن یا تو رو خب برای کی داشتی به که برای اون بگم نه خوبه بله بله خوبه ببینید این مهدی خان این پیرم که بود بدن قوی داشت این علت این که نکشتش رضا شاه اینه ولی اون حسین اینا رو کشت نبر میکشت قاتل قار گفتش که یه نفر گفته بوده که دیدمش تو زندان آخه رضا شاه اینه اول دستگیر میکرده و حالا محاکمه اون میکشت گفت دیدمش تو زندان تا فهمید من حسین خونساری هم دیگه حرف نزد با من گفتش که داستانی رخ داده قبلا گفت به دفعه ریختن دزدا یا قافله از اصفهان میرفتن میرفت تهران غارت کردن و گرفتن دا اینا رو اول میبستن و پیاده میکردن و بعد اسباشون رو میگرفتن هرچی و همه اساس رو گفت یه نفر زنش همراهش بود زن خیلی شدیدن زیبا بودش من دیدم که این دزدا مثل که طمع کردن به زنه خب این دیگه اینا دیگه برای خدا بود من حالت غیرتی اینا توشون بود خونسار من حالت غیرتی که من دیدم چجوری میتونم اینا نجات بدم خیلی آشنایی دادم با اون زنه اه تو کجا بودی؟ این آبجی منه کجا میرفتی؟ شوهر فلان اینا گفت باور کردن همچون سهن رو بازی کردم که دوزاف زکرد این خواهر من اخو گفت خونسار و اصفهان اینا نزدیک اینا گفت چند تارم سپردم که اینا رو ببرید ردشون کنه تا از تهران که دیگه خبرده برگردید که گوشم کردم زن و شوهر رو اینا رو بردن حالا به خاطر اینا اون قافله هر کس برم بردن مالاشون رو برد شما حالا گفتم اگه این کار نکنم این طمع کردن این من دو خواب سر اینجا بشهر دام حالا شوهر بیچار بود حالا داشته باشه ببین چه خبر دنیا گفت روزی که ما رو بردن دادگاه این دادگاه ها میرفتن نمیکشتن تا حالا فقط پرونده ها بود اینا تو دادگاه دیدم که این قاضیه هی مسمس میکنه مسلم چه میکنه هی این ور میفرسته اون ور میفرسته و یک کسی رو میخواد اینا زور شدش تقریبا کارمند هم بره گفت زور پرونده من بست و ماشین اومد سوار شد به منم سوار کن خب اداره خیلی کردی میخواد ببره محاکمه رو خونه خب مثل که قدرتمند بود حالا هر جیر گفت اومد بیرون و دوی اومد بیرون از اونجا و طرف های شمرون هم خونش بوده گفتش که ماشین ما رفت توی خونه این خونه انقدر بزرگ بود که ماشین رفت توش گفت رفت پای ساختمون اسم رسدا زد حالا اسم مثلا معصومه یه همچیزی گفت بیا داداش تو آوردم گفت اون اومد این همون خانواده بوده قاضی شوهرش خانمش هم همونه که من گفتم خواهرم رو خب متوجه شدن اونا که حالا اینا خب برایشون خیلی خاطر است دیگه خاطره عجیبی دیگه یه نفر اینجوری که من حالا چقدر گریه و فلانه اینا حالا گفت تا صبح بیدار بود قاضی هی پرونده رو میخوند خط میزد مینوشت عوض میکرد گفت صبح باز با ماشین من آورد تو بدم گفت تبره هم کرد ساعت در صبح تبره شد مثلا اینجور درست کرد پرونده به من گفتش که بمان اینجا هم کار شغل ثروت همه چی امکان داره گفت من خیلی دلم میخواست برم خونسار رفت شدی یادم پشمون بوده گفت خونسار بود کاری هم نداشت نام ثروت ها کمه جم گفت حیف کاش بموندم آقا دیگه گفت باش پول داد و چی داد و گفت برو ببینید
دنیا چه داستانیه توش، کجا به کجا وصل میشه، کجا به کجا وصل میشه، این کارهای اینجوری چطور. و اینم بگم الان بعد نیستیم دیگه، دوستان خودمون بود، مرحوم شدش خدا رحمتش کنه، شاید دیروزم یادش کنم، خیلی آدم خیری بود شدیدن، اینقدر آدم خیری بودش که من تعجب میکردم وقت کارشو میدیدم که خدا این حوصله داره. اون میگفت وام میخوام، میگفت شب میام ضمانت من بیام، اون میگفت من خدا بیا کارم، خدا این چه کارا وقت بره. این بنده خدا تو اداره قله بودش، زمان طاقت هم سمت بالایی داشت، تو انقلاب هم بود، به مقداره بعد بازنشست شده، مرحوم شده شد. گفتش که یه نفر آمد پلو من، وقت تو اون اداره قله بوده، از رؤسا بوده، گفت حاجی من شاب رزیم دنوایی دارم، صاحب خونه، خونه رو میخواد برفروشه، ولی اینکه میخواد بخره حاضر نیست نوایی من باشه، میخواد تصرف کنه. ما هم در 12 سال اونجا این همه مشتری جمع کردیم، من اگه خودم بخرم ازش، من هم پول ندارم. گفت 12 تومن آخر رقم ها پول ها زیاد نبودم، وقت هم که پول گفت جور کردم براش، بعد بشال از این کارو میکرد. گفتم بدن قسطی بره، خودش هم قسط ها بره. گفت خونه رو خریدیم که نمایش باشه. گفت آقا زیاد گذاشم از این کارو زیاد نبود. یه دفعه تو خونه بوده، هم بعد انقلاب هم بود، تو خونه بوده، یه نفر در میزنه، میگه حاجی من از قیافش میفهمه، خیلی الان باید تریاک بکشم، همراه هم هست، ولی تا خونه به فاصله خیلی داریم، خیلی حالم خرابه، من بکشم و برم. این چیز خب بی بکشم. آقا این اومد شروع کرد تریاک کشیدن، ریختم تو خونه. خب این شخص همراهش مقدار قابل توجهی تریاک بود، غیر از اون که بکشی زیاد، ما رو هم گرفتنده بود. مثلا نمیشه گفت در زنگ بزن. خب این به این زنگ بزن، به اون زنگ بزن، از این چیزا میشد، ولی اصلا نذاشتن کاری بکنه. و همینطور بدون موبایل و هیچ چیز من برده. این تو خیابون شمران پل رومی اینجا هم مثلا که میبرده. اینجا هم که دیگه خب سوال جواب هر چی طرف بگه نمیگه، بله دیگه خود دیگه چجوری. گفتش که جوان اومدش محاصره کنه، چی کنه منو محاکمه کنه، چی کاره کنه. گفت تا نشست به من گفتش که تو حاج عباس هستی؟ در شاید اون چیز بشه از حاج عباس هستی. خب بله آخه آدم های مستنس قیافهشون عوض نمیشه از استندی بالا، قیافه همینه اون. حالا خیلی تو خودش رفت و حرف زد با خودش، گفت من غلط میکنم تو رو بزنم یا چی. پاشو درفت چای آورد و گفت حاجی منو میشناسی؟ گفت نه. گفت من پسر همون نوبای شاب لازیمی، من بچه بودم تو اونو خریدی، مثلا در 12 سالم. خب من قیافه تو همیشه اصلا همیشه ذکر خیر تو خونه بود، خیلی این بیچاره. من قسطش هم گرفتم دیرم. گفتش که خودش سوار ماشین خودش کرد ما رو بس به ادارم نصب تا در خونه آورد. خیلی با احترام معذرت خواهم کرد. گفت نه برای من کافی شما این کار نیست، میشناسم. و برگشته گفتم نگاه کن کجا آدم کمک میکنه، کجا به داد میرسه. دیگه تو این سن و موقعیت مثلا یه دونه سیلی هم میخورد نمیارزید به همه دنیا. حالا تو کاراست دیگه، نه این تو فلانی آره. اللهم صل علی محمد. خدا انشالله نجاتمون بده، خدا انشالله ما رو جز این رجال صدق و معاهد الله همیشه قرار بده، انشالله در کارمون به قول قضیه تحت الله خامنه صدق و خلوص داشته باشه مثل آی سلیمان. اللهم صل علی محمد.